سلام، من روی علوم زمین و محیط زیست دکترا گرفتم، اما قبل از اینکه پام بذارم رو زمین تو کهکشان ها سر میکردم. منظورم اینه که رشته تحصیلیم ستاره شناسی و فیزیک سیارات بود. وقتی غرق بودم توی اون سیارات زیبا و کهکشان های دور و نزدیک، متوجه شدم که چه زمین تکی داریم و چقدر خصوصیاتش بی‌نظیره. شرایط خاص جوی هم که زمین برای زنده نگه داشتن موجودات داره انقدر ویژه است که پیدا کردن جایگزین براش تقریبا غیر ممکنه. وقتی من با این یگانگی زمین آشنا شدم و دیدم که ناشناختگیش برای انسان ها باعث شده که هم به راحتی تخریبش بکنن، هم با ندونستن و ناآشنایی باهاش اتفاقاتی که به صورت طبیعی روش اتفاق میفته زندگی و جونشون رو از دست میدن، دیگه نمیتونستم سر به هوا بمونم و دلم میخواست پام بذارم رو زمین و برای ادامه تحصیلاتم حوادث طبیعی و اثراتشون روی زندگی و مرگ انسانها رو مطالعه کردم. توی مطالعاتم حوادث جوی و آب و هوایی هم بهش برخوردم. اونجا بود که فهمیدم جو زمین به واسطه لایه‌های اتمسفر به میزان قابل زیستی گرمایی که از خورشید به زمین به سطحش میتابه رو تو خودش نگه میداره. اون گازهایی که از فعالیت موجودات زنده تولید میشن به زیبایی و اصطلاحاً گازهای گلخانه‌ای میگن. انگار کره زمین یه گلخونه‌ای باشه که موجودات برای زنده موندن باید زیر لایه جوش بمونن و الا یخ میزنن و از بین میرن. اما داستان با سنتی شدن زندگی بشر تغییر کرده. تولید گازهای گلخانه‌ای و انتشارشون به جو به صورت خیلی بی‌رویه و غیر طبیعی یا اصطلاحاً انسانسازی زیاد شده و همین باعث گرمایش سطح زمین شده و اصطلاحاً گرمایش جهان. این گرمایش اثرات متعددی تا الان داشته، از جمله خود پدیده تغییر اقلیم که به معنی تغییر دماهای روز و شب، الگو و میزان بارش، شدت و جهت وزش باد، طول فصول و تغییرات جوی و آب و هوایی دیگه. در واقع تغییر اقلیم باعث شده که حال زمین دیگه خیلی خوب نباشه. همش هم به خاطر اینه که ما انسان‌ها بهش توجه نمی‌کنیم و دیگه بهش احترام نمی‌ذاریم. با طبیعتش هم که انگار کاملاً بیگانه ایم. این نگین سبز انگشتری کهکشان ما با بی‌توجهیمون طبیعتش گرم و ناآروم شده. چرخه‌های طبیعیش به هم ریختن. محل زندگی ساکنین دیرینش انقدر متزلزل شده که باعث انقراض خیلی هاشون شده. اگه همینطور ادامه پیدا بکنه دیگه این زمین قابل زیستن نخواهد بود. من امروز میخوام یکم بیشتر از حال و روز و آینده این زمین بگم و بگم ما چیکار میتونیم بکنیم که حالشو بهتر بکنیم. میدونین آتش سوزی های خود به خودی که توی جنگل های استرالیا و آمازون و کالیفرنیا و ایران خودمون اتفاق میفتن چرا زیاد شدن؟ یا اینکه پدیده های گرد و غبار تعداد و شدتشون توی خوزستان و یه سری از استان های دیگه چرا زیاد شده؟ خشکی زیاد هوا توی جنگل ها کوچکترین استکراک رو تبدیل به آتش سوزی میکنه. این آتش سوزی ها زیستگاه جانوران بومی و اون جنگل ها رو از بین میبره و با تولید دود و آلوده کردن هوا باعث بیماری های تنفسی و قلبی عروقی برای ساکنین نزدیک به اون و حتی کیلومترها دورتر از اون میشه. پدیده های گرد و غبار هم که توی مناطق خشک و گرم شکل میگیرن با انتشار ذرات ریز تو هوا باعث کاهش دید میشن و باعث یه سری از بیماری های تنفسی و قلبی عروقی برای مردم اون منطقه میشن و زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میدن. دمای سطح زمین طی 6 دهه گذشته حدود 1 درجه سانتیگراد بیشتر از 1 درجه سانتیگراد بالا رفته. این یعنی که به سرعت آب دریاها بالا آمدن و ما داریم روزهای گرم و سرد شدیدتر، فصول نامتقارن‌تر، بارش‌های شدید ولی در این حال کوتاه‌تر که سیلاسان و زمان نفوذ به آب‌های زیرزمینی رو ندارن و باد و طوفان‌های شدیدتری رو تجربه می‌کنیم. همه اینها اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر زندگی ما انسان‌ها داشتن. مثلا هم خشکسالی هم سیل باعث کاهش و خرابی محصولات کشاورزی میشن. هر دوشون باعث
مهاجرت انسان ها و حیوانات میشن، بیماری های مثل اسهال و بیماری های عفونی و تنفسی. نسبت به کل مرگ و میر تو ایران از سال 1368 تا 93 3% افزایش داشته، یعنی تو 15 سال. تو سیل سال گذشته هم صدمات و تلفات و آواره های زیادی داشتیم. میلیاردها تومان هم به راه ها و پل ها و خونه ها و زمین های کشاورزی خسارت وارد شد. اینم مهمه بدونیم که شاخص خوشسالی تو ایران تو 20 سال گذشته به صورت فزاینده منفی بوده. این یعنی این که حتی با توجه به بارش های زیادی که داشتیم که سیلاس هم حتی بودن، تغییری تو روند این خوشسالی ایجاد نشده و ما همچنان داریم خوشسالی فزاینده تو ایران تجربه میکنیم و برای آیندهش هم میبینیم. توی جهان هم موج گرما روی زندگی انسان‌های زیادی اثر گذاشته، از جمله افراد بالای 65 سال. از طریق این آمار ارقام میخوام بگم که اگر ما هیچ تغییری توی سبک زندگیمون ایجاد نکنیم، توی 10 سال آینده نه تنها افزایش دمای سطح زمین به 1.5 درجه سانتیگراد میرسه، بلکه این افزایش سریع دما باعث بسیاری از صدمات و بیماری‌ها میشه. مثلا با فصول گرم طولانی تر دوره زندگی انگل‌های حامل بیماری‌هایی مثل مالاریا و سالک هم طولانی تر میشه و ما گزیدگی‌ها و بیماری‌های بیشتری رو توی جاهایی که حتی انتظارشون رو نداریم خواهیم داشت. پیش‌بینی‌ها نشون میده که تا 30 سال آینده اگه هیچ تغییری تو روند ما ایجاد نشه، مرگ و میر ناشی از تغییر اقلیم حدوداً 5% بیشتر از 5% افزایش پیدا میکنه. ایرانی‌ها تقریبا 2 برابر متوسط جهانی آب مصرف میکنن. این در حالیه که میزان بارش تو ایران تو بین همه کشورهای جهان جز 25 کشور آخره. حتی تو کشورهای پر آبش هم مردمش اجازه نمیدن به راحتی آب هدر بره. از 1000 را برای مکانیزه کردن شیرای آبشون و بازیافت آبای مصرفیشون و راه‌های دیگه امتحان میکنن. اما حالا ما میتونیم صرفه‌جویی رو با 1 لیتر کمتر هدر دادن آب هنگام حمام یا شستشوی ماشین و یا با بستن شیر آب هنگام مسواک زدن و شستشوی ظرف‌ها شروع کنیم. با همین 1 لیتر میتونیم تو سال حدوداً 1000 لیتر یا 1 تن آب صرفه‌جویی کنیم. یا اینکه میتونیم تمرین کنیم کمتر از اتومبیل استفاده کنیم. من هم مسیری رو از همکلاسیام برای رفتن به سر کار و تحصیل یاد گرفتم. اگه بتونیم 2 روز در هفته هم مسیری کنیم یا پیاده یا با دوچرخه به محل کار یا خرید بریم، یا اینکه اگه میتونیم از منزل کار کنیم، میتونیم در سال 1 تن گاز گلخانه‌ای معادل دیوکسید کربن کمتر انتشار بدیم. روش‌های دیگه بی‌هزینه فردی هم هست که کمک به کاهش تغییر اقلیم می‌کنه و حال زمین رو بهتر می‌کنه. مثلا شستن لباس‌ها با آب سرد، چون تولید آب گرم تو هر خونه به طور متوسط در سال 3 تن دی‌اکسید کربن منتشر می‌کنه. یا کمتر مصرف کردن گوشت، چون تولید کلان گوشت قرمز باعث انتشار گاز متان میشه که گاز متان 4 برابر دیوکسید کربن روی تغییر اقلیم اثر گذاره. یا اینکه کم کردن تولید زباله، چون جمع‌آوری و مدیریت زباله خیلی انرژی مصرف میکنه. یا مصرف کمتر بطری یا کیسه پلاستیک، چون پلاستیک تو طبیعت به راحتی تجزیه نمیشه و برای تجزیه و حتی بازیافتش انرژی زیادی باید صرف کرد. یه چیز جالب دیگه هم که من از کشورهای دیگه یاد گرفتم، کامپوست کردن زباله‌های تر تو خونه است که شاید به نظر پیشرفته و پیچیده بیاد. میتونیم با جمع کردن زباله‌های تر توی فضای بسته و تو خاک گاز متان ناشی از تجزیه اونها رو به جای اینکه توی جو منتشر بکنیم برای غنی کردن خاک استفاده کنیم. از اون خاک میتونیم برای کاشتن گل و گیاه و درخت ها بعدن استفاده بکنیم. اما از همه مهمتر اینه که بدونیم که حال زمین ما، هم نسلامون، موجودات زنده دیگه و آیندگان در گروه رفتار و عملکرد درست تک تک ما و دقتمون به هر تصمیم کوچیک و مقطعی و موضوعی و فردیه که میگیریم هر روز. این مهمترین قدمیه که ما میتونیم از امروز برداریم. لازم نیست به راهکارهای کشورهای دیگه و سیاستمدارا و حتی دانشمندا نگاه کنیم. میشه برای
احترام به زمین و صرفه‌جویی کردن خلاق بود. چون که اینشتین میگه با همون تفکری که یه مشکل رو ایجاد کردیم نمیتونیم اونو حل بکنیم. سلامت باشید.